اون بچه غیر شیعه چند صورت داره. یه وقت در همون کودکی از دنیا میره، خب این تکلیفش در آخرت روشن میشه با امتحانی که اونجا برگزار میشه. اگه اونجا حق رو پذیرفت اهل نجاته، نمیگن چون تو پدر مادر کافر بوده تو هم باید بری جهنم، نه اینجوری نیست، اونجا تکلیفش روشن میشه. یه وقت نه، این بچه به سن بلوغ میرسه و وظیفه داره، خدا بهش عقل داده و عقل حجت خداست، باید این عقل رو به کار بندازه، ببینید آیا پرستش گاو مثلا یا مثلا حالا مکاتب دیگه ای هست، این با عقل جور هست یا نیست. اگر با عقل جور بود و انتخاب کرد و قرض و مرض نداشت باشه، خدا ازش قبول میکنه هرچند که اشتباه هم کرده باشه. اما اگه نه، خلاف عقل عمل کرد، خب خدا بهش میگه پس من عقل برای چی به تو داده بودم؟ تو باور میکنی که خالق همین عالم این گاو باشه که آدم ها ذبحش میکنن گوشتشو میخورن مثلا؟ چطور عقلتو به کار ننداختی؟ حالا اگر این شخص طوری باشه که یا عقل نداشته باشه یا عقلش مثلا به جای یاری نده و به صورت‌های دیگه، باز این هم ملحق میشه به همون بچه‌ای که در کودکی از دنیا رفته. به این مجموعه میگه مستضعف فکری و فرهنگی. بچه‌ای که در کودکی از دنیا رفته، پدر مادرش کافر بودن، کسی که از لحاظ عقلی عقب مانده بوده، کسی که در دوران فترت زندگی می‌کرده، کسی در نقاط دور افتاده، در یه گوشه پرت در اون جنگل‌های آمازون به دنیا اومد و همونجا هم از دنیا رفت، اصلا نفهمید که در دنیا چیزی به نام اسلام و حق وجود داره. این مجموعه میشن مستضعف، و مستضعفین در قیامت با امتحانی که اونجا برگزار میشه، خداوند پیامبری برای اینها مبعوث میکنه، حق رو به گوش اینها میرسونه. اگر حق رو پذیرفتن که علال قاعده قالبشون میپذیرن، خب اهل نجاتن. اگر نپذیرفتن، معلومه که در دنیا هم اگر همون بچه تو شهر قم هم به دنیا میامد زیر بار حق نمیرفت، حق رو قبول نمیکرد، اونجا تکلیفشون روشن میشه. اما اون کسانی که نه، عاقل، عقلش رو هم به کار انداخته و فهمیده که این راه درست نیست، اما به خاطر اغراض خاصی، مثلا فرض کنیم به خاطر اینکه ملیتش اقتضا می‌کرده، به خاطر منافع مادی که داشته، به خاطر منافع مثلا قومی و قبیلگی و چیزی از این قبیل، حق رو زیر پا گذاشته، خب این اهل نجات نخواهد بود. اما همین شخصم هم اگه کار نیک انجام داده باشه، حالا کار نیک ممکنه عمل خارجی باشه، ممکنه اخلاق باشه، هر چی بود، این کار نیکش بی اجر نخواهد ماند. حتی اینم که حق رو نپذیرفته، عالمان و عامدان زیر بار حق نرفته، این هم اگه کار خوبی انجام داده، اجر اون کار خوبش رو در دنیا یا در برزخ یا در هنگام مرگ، قبض روح یا در قیامت بهش داده خواهد شد. حداقل اینکه عذابش تخفیف خواهد داشت،